در میانه روز 15 میزان 1402 زلزله شدیدی بخشهایی از غرب افغانستان را لرزاند و باعث خسارتها و ویرانیهای بسیاری به هموطنان ما در بخشهایی از هرات باستان شد. شدت زلزله به حدی بود که در ولایت‌های اطراف و حتی بخش‌هایی از ایران و ترکمنستان هم مردم آن را احساس کردند. با وجود شدت زلزله و وحشت و نگرانی عمیق مردم از تلفات و خسارات، متأسفانه به علت نبود تیم‌های حرفه‌ای امداد و نجات، ضعف مدیریت و خبررسانی و نبود امکانات، در ساعات اولیه عمق فاجعه برای مردم و حتی مسئولان حکومتی نامعلوم بود و آمارهای ضد نقیضی از میزان تلفات و خسارات زلزله دریافت میشد. با گذشت چند روز از زلزله نخست، تازه معلوم شد که چندین قریه به کلی ویران شده و بیش از 2000 نفر جان باختند و هزاران تن دیگر مجروح شدند. غم و اندوه فراوانی تمام کشور را فرا گرفت و تلاش‌ها برای نجات کسانی که در زیر آوار مانده‌اند و کشف اجساد شهدا شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. در قریه سیاب کشکا قرار داریم، از قریه‌های ولسوالی زنده‌جان، قریه‌ای که خیلی تخریب شده و طبق گفته‌هایی که ما اهالی منطقه را پیدا نکردیم، اما بعضی از عزیزان که اهالی منطقه را روز اول دیده بودند گفتند تقریبا 90% مردم از بین رفتند و خانه سالم ما ندیدیم، همه زیر آواره. و همکنون هم که تعداد جنازه ها رو میبینید، گفته میشه حدود 300 جنازه الان اینجا آماده که نماز جنازه رو بخونن. ترم شده عرب صاحب که یک فامیل هیچ کس ازش باقی نمونده باشه؟ بله، یعنی 11 نفر فامیل بوده، یک بچه خوردی از تقلیم زخمی بوده، لعی کرده که معلوم نیتاره نمونده. از این خونه فقط خیلی کم یک نفره، بیشتری از 5 تا 8 نفر دادم. کانون این زمین لرزه در منطقه زندجان در 42 کیلومتری شمال غرب هرات بود و در همان روز 2 زمین لرزه با قدرت 6.3 و 5.5 ریشتر باعث شد که بیشتر قریه های ولسوالی زندجان ویران شود و مناطق اطراف هم از این حادثه خسارات بسیاری دیدند. به گزارش مسئولان حکومت افغانستان، بیش از 2000 خانه در 20 روستا ویران شده و بسیاری از مردم قریه ها بی خانه و بی مکان شدند. فقط اگر اول خونه به زینا درست نشنید 21 مبت دگر اینجا هم هر خونه که میبشن اینجا خیلی حواست هست، مهم داریم کمک فقط بدیم مردم باید خونه درست بشن. کلن همه جامعه که هرچی بالای 2000-3000 پشت دارن، ولی دیگه به سمون فکر شما قد نزی سال قبلت مردم تمام هموطن ها ما کمک کنم چاردیواری دیار بکنم باشد باشد. هنوز مردم افغانستان به ویژه مردم زلزله زده هرات از مصیبت و نگرانی زلزله 15 میزان آسوده نشده بودند که در روز چهارشنبه 19 میزان زمین لرزه دیگری به بزرگی 6.3 ریشتر همان منطقه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در حدود 28 کیلومتری زندجان ولایت هرات رخ داد. زمین لرزه ها همچنان ادامه دارد
وسعت فاجعه که از زلزله ولسوالی زندجان به جا مانده دل هر انسانی را به درد می آورد و باعث همدردی بسیاری از مردم جهان شده است و تیم‌های امدادی از کشورهای مختلف به کمک مردم افغانستان شتافتند. سازمان غیر دولتی نجات کودکان نیز اعلام کرد که میزان خسارات وارد شده به هرات وحشتناک است و پیش‌بینی می‌شود با بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار شمار قربانیان افزایش یابد. یعنی فکر کردم مغزم و رختم از سرم بیرون دیدم یک هیچ خون سالم ما نداره من معبود من یک دفعه بامو لرزی اول کلن این معبود شد چون اینا به دوم هم نمانده اگه دوم نموند من چقدر تلفن مباسد. ما به قریه وردک ها هستیم که حدود 120 خانه در این قریه زندگی میکنن و چنان که شما مشاهده میکنین تقریبا تمامی خانه ها خراب شده و اگر خانه هم یک مقدار پابرجا مانده قابل استفاده نیست. بیش از 20 تا شهید دارن و بیش از 30 تا هم زخمی دارن. این سازمان گفت که حتی قبل از این فاجعه کودکان افغانستان با کمبود شدید غذا مواجه بودند. رئیس کمیته بین المللی نجات نیز گفت قبل از این زلزله با وجود سیل‌های اخیر و بی‌ثباتی داخل افغانستان بیش از 29 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند. بیستای شاید باشه، کمتر است، زیادتر نیست، تقریبا سیتای تال معلومات دقیق نماده شد بخونه، یک سیتای زخمی هم نگم به زیر خانه پذر خدا کسی نیه و خانه خواهم خراب شده دیگر، خود شما شاید باید ببینین خانه دیگر به کلی هیچی نماده. این زلزله وضعیت جوامع آسیب پذیر را تشدید کرده و اوضاع سخت زمستان پیش رو فاجعه ای را برای رفاه کسانی که آواره شدند به ویژه برای زنان و کودکانی که بیشتر در معرض خطر بهره کشی و سوء استفاده در زمان آوارگی هستند و همراه خواهد داشت. رئیس کمیته بین‌المللی نجات تاکید کرد که جامعه جهانی به کودکان و خانواده های ساکن هرات که به کمک فوری نیاز دارند نمیتواند بی توجه باشد. نجیگا خونه خو سالم نمونده، خب 116 خانه دیگه 40 نفر ما زخمی داریم که از اینا 20 تا خل چیز وخیمه دیگه 10 نفر شهید داریم که ما بزر کردیم. از این زخمی ها ما هنوز معلومات ما نداریم، هنوز ما نفر خل گم داریم که هیچی حکومت ها ما ببردم تیارا ما ببرد مردم، هنوز ما یک نفر خو به خود گم کاره رده که به کجا هسته. بسم الله الرحمن الرحیم. ما به قریه بوتان آمدیم، یکی از قریه هایی که در اثر زلزله آسیب جدی دیده. حدود 180 خانوار اینجا زندگی میکنن. این قریه الحمدلله آسیب جانی ندیدن و فقط آسیب مالی دیدن، همچنان که در تصویر شما مشاهده میکنید سمت راست ما و پشت سر ما خانه ها کاملا یا کامل تخریب شده یا دیگر تخریب شده و قابل سکونت نیست. به سبب حجم زیاد آبار و تعداد چشمگیر مصدومان امداد رسانی ها به کندی انجام می شود و شفاخانه مرکزی هرات از کمبود جا برای مصدومان در این مرکز درمانی و همچنین کمبود دارو برای بیماران شکایت دارد. اولادان ها که بیرون شده دیگه باب ضربه دیوم هم هرچی که خونه بوده چپه شده، همه با داخل باغچه و با بیرون و بیرون اونجا زندگی میکنیم. حالا با ما یک موتر خیمه بیام واده که ما تقریبا 180 نفوسیم، 45 خیمه بیام واده ما ماستیم که اونا توضیح بدیم بدونا، بازم برابر نماد.
در قریه آسیاباده که آجی عبدالرسول خدمت وکیل صاحب محترم، این قریه حدود 60 فامیل زندگی میکنند، 60 خانوار، و در اثر زلزله خانه ها تخریب شده و تعداد شهید دادن و تعداد زخمی. به علت زمین لرزه ها و پس لرزه های پیاپی، ساکنان هرات و قریه هایی که از این زلزله آسیب های شدیدی دیدن در سراسیمگی به سر میبرند و بیشتر آنها خانه ها را ترک کردند و در فضای آزاد و هوای سرد با نگرانی شب و روز میگذرانند. که برج قوس افغانستان، برج قوس خونیکی میشه، پوفک پوفک برف و بارانه به داخل از خیمه نمیشه. ای به نام آسیابادک میگه ای باد داره، پدی ما به این خیمه نمیشه. بر خیمه ما 18 تا 16 تا ما زندگی میکنیم، ای باد از سر چوچی پوچ ما میکشه. باید دولت، مردم و کسی که به می مردم خدمت میکنه، خداوند اینا خیر بده، باید به ما به فکر یک جای باشه که ما بتونیم به داخل زندگی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما همی الان در قریه سینجو قرار داریم، بالاتر از قریه وردک ها. خب در این قریه حدود 155 خانواده زندگی میکنن. به لطف خدا تلفات جانی وارد نشده، اما تلفات مالی زیاد وارد شده، خانه ها خراب شده. همی لحظه که ما سر رکورد بودیم، همی لحظه یک زلزله باز دوباره واقع شد و زمین یک پس لرزه داشت. خوشبختانه کشورها و سازمانهای جهانی و منطقه‌ای امداد و نجات مردم زلزله هرات را تنها نگذاشتند و طبق وظیفه انسانی برای تأمین نیازهای فوری و حیاتی آنان در منطقه حضور فعال دارند. به حساب تلفات جانی 4 نفر زخمی، 1 طفل شهید شده، و دیگه به حساب تلفات مالی، یعنی کلا مال اموال مردم به زیر آوار رفت. یعنی خلاصه هیچ خانی قابل شیشتن نیه که بساط در رو بینشین انسان زندگی کنه. حتی اموالی هم که دارن، بعض مالهایی که داخل مثلا یعنی خانه بده گاو گوسفند، همه بیرو یله، حتی حیوانات شب تا صبح از اون سردی یعنی داد بیداد میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. در قریه کچکال قرار داریم که نزدیک قریه آسیابادک و سیاهاب بین این دو قریه. این قریه 60 خانواده زندگی میکنن و از این میان 25 نفر شهید دادن و تعدادی هم زخمی دادن. نیاز فوری مردم زلزله زده اقلام ضروری چون دارو، غذا، لباس گرم و پتو است. اما با توجه به رسیدن سردی و بارندگی و یخبندان، نگرانی اصلی مردم آسیب دیده نبود سرپناه مناسب است. آنان از همه جوامع بشری و مراکز خیریه‌ای و مردم انسان دوست و خداشناس تقاضا دارند تا متوجه این کمبودها باشند و آنان را در این روزهای سخت از یاد نبرند. فعلاً این قریه کلاً همه تخریب شده و ما در این قریه 200 نفر و 60 فامیل بودیم که عبارت از 29 تا شهید دادیم و 13 تا مجروح. خداوند رحمت کنه، شهدا زنده باشین، خداوند تا رفتگانشون بیامرزه.